سخن نوبتی را با عضو فعال گروه 24 محمد جان عبدالله سرول سلام و درود و رحمت خداوند به شما حضار گرامی و همچنین بینندگان عزیز عرض میکنم و همچنین من بسیار گفتنی نیستم، فقط در اینجا یک مسئله را برای شما در بین میگذارم. شاید شما این مسئله را شنیده نبودین، یا که اگر شنیده بودین تفکر نکرده بودین چی هستین، یا که تفکرم کرده بودین اما شاید در این باره جدیتر نمیدیدین. الان میبینیم که اون مسئله ها چی هستن. خب سرول، من دیشب در باره کنستیتوسیا سرقانون جمهوری تاجیکستان یک نظر کردم و در اونجا ما در بابی پریزیدنت، یعنی چی حق و حقوق که پریزیدنت داده میشود، یعنی کفالت هایی که در حق و حقوق پریزیدنت داده میشود، اونها را نظر کردم. همچنین یک نقطه برای من اینجا یعنی خیلی جدیتر برای من دقت جلب کننده شد که از دخل نپذیری رئیسی حکومت تاجیکستان، چی چیز از رئیس حکومت تاجیکستان دخل نپذیری در اینجا در ماده پنجم گفته می شود. الان به سمع شما می رسونیم. خب سرول، یک سوال میکنم در بین که آیا ما وقتی که یک پریزیدنت رو، یک راهبری دولت رو انتخاب میکنیم، یعنی در راهبریت قبول میکنیم، آیا وی باید خدمت به ما کنه یا اینکه ما را غلام کنه؟ سوال به همه شما. خدمت کنه، یعنی ما منبعدم از کسی که در گروه 24 اگر منبعد رفته و راهبر شید، شما ایرا همچون یعنی پیشوای خود اونو تا این حد قبول نکنین که غلام این هاشین، برعکس اینها رو تان بمانه در بالای راهبریت برای شما خدمت کنن. همچنین ما دیدیم که امام علی که در کنستیتوسیا سرقانون جمهوری تاجیکستان چگونه در ماده پنجم خودش رو و نه تنها خودش رو، اهل آیله اش رو دخل نپذیر کرده است. چگونه؟ پنج پونکت یک تک تک نمبر میکنم. یکم پونکتش اساسگذار صلح وحدت ملی، پیشوای ملت و اعضای آیله او حقوق دخل نپذیری دارن. هم رهبری دولت که امروز چه اساسگذار صلح وحدت گفته سای، هم خودش و هم اهل آیلهش دخل نپذیرن. اکنون شرح میده دین پونکتاش چی میگه. اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت در دوره اجرایی وکالت های رئیس شورای عالی، وقتی که اولین بار رئیس شورای عالی شده بود که. خب دیوم سروری دولت با بعدی پریزیدنت چی، رهبری دولت چی. دوم و صلاحیتی اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت در امروز که نامی نو گذاشته است اساسگذار صلح وحدت ملی و پیشوای ملت، در امو اول امنی در بین امنی پریزیدنت بود، در بین شمنی امروز امنی در یگان تش اگر خیانت کرده باشد جواب نمیتیه. ببینید تو این حد خودش رو یک زل برد رسون که ما اگر همون وقتم اگر یکم اشتباه کردم، خطا کردم، کمبودی کردم، از من نپرسین. ضروری برای چی؟ برای آنها از جوابگری ما برداشته شیدم. سیم پونکت چی میگه؟ اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت رو دستگیر کردن، نگاه کنید، و به حبس گرفتن، کفتکو کردن و مجبورن آوردن منه. رئیس حکومت میگه که نه، ما حق نداریم که در بورا بحثت چکار کنیم، از اون جستجو کنیم یا اون کمده یا اشتباهش. اخی ما او را موندیم که برای ما خدمت کنه، نه اینکه ما را غلام کنه، ما هر چیز بگه با پیشش بره. چهارم پونتش چی میگه؟ دخل ناپذیری با مالکیت، مال ملک شدیم، دخل ناپذیری با مالکیت، همچنین مالکیت اعضای اوله. ما نه تنها حق نداریم مالی او را پرسیم که چقدر مال ملک داره، تا کجا مال ملک چه استفاده میبره، بلکه ای بچه شمنی، ای دختر شمنی، از اولاد شمنی، از دامادش شمنی، یگان تش حق نداریم پرسیم. اهل آیلش حتی دخل ناپذیر کرده گیست در کنستیتوسیا سرقانونی که باید اینا خدمت به مردم کنن، برعکس شما بودن در یک بلو موندن ما را غلام کردن. نگاه کنید چی میگه. و منزل استقامتی، بینای حکومتی، نقلیات، حتی ماشین هاشون خونه هاشون نمیتونیم پرسون کنیم خونه امالی هست یا خونه بچه شکیه،
پرسیدن نمیتونیم برای چی حق نداریم این دخل ناپذیری شخصی مال ملکی ما هست. اگر چند خیلی درست است هر مال ملکی خونه هر کس مال خچ است نکی تو این حد نکی ما نتونه پرسیده که ای از کجا خریده است این قدر پول از کجا ورده است در صورتی که او معاشی که در تاجیکستان گرفته میشه با او قدر قصر ساخته نمیشه. چهارم پونتش کم تا شهر میگه که اساس گذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت و اعضای اولای او یگان محدودیت گذاشته نمیشه. شما تصور کنین همین چه در تفکر ما گنجیده که ما یه رهبر موندیم در محدودیت خودش گفتیم نمی جب بگی رهبری که خدمت که به مردم هم بازی حق نداریم که خودش و اعضای اولای او را از محدودیتش مقصد پرسون کنیم. تو ماده 65 67 تا 68 میاد در اونجا درباره چی ها میزنه یعنی پریزیدنت حق نداره که از دو مرتبه زیاد پریزیدنت شود. این محدودیتی هم پریزیدنت بود یعنی باید هم محدود باشه همین قصور پریزیدنتی که به برو باید کزیه خدمت کنه نه که همین محدودیت ها را از خودش گیری حتی نه تنها از خودش حتی از هر کسی که از اویله ای داخل بشه محدودیت گرفته میشه. بگذار چند خیلی راه بر میکنه راه بر شوه بینید تو این حد مردم تو این حد مردم در زیر ظلم و در زیر غلامی گرفته است. پنجم یعنی چیز پونک چه میخونیم یعنی سیری بانکی و دخل نپذیری حساباتی بانکی از اساسگذار صلح وحدت ملی یعنی پیشوی ملت گفته خودشون پرسیده نمیشه. ما حق نداریم که پولوی را پرسیم که پول چند قپول در جا گرفته یک جا داره حتی نه تنها پولوی شخصی اون پریزیدنت ها بلکه اعضای اولش هم حق نداریم پرسیم. او بچهش های گجا پول میاره دخترش های گجا پول میاره از گجا کار میکنه در کدام بانک میمونه ما حق نداریم از اینو پرسیم کنیم. ببین این یعنی دخل نپذیری اساسگذار صلح و وحدت ملی گفته خودشان در قانونی سرقانونی که ما را احترام داریم همچنین قانون اساسی جای دادن امروز مردم ها به غلامی بردن. آیا درباره تفکر کرده بودیم تا این حد ما را حقوقای ما را پایمال میکنند تا این حد ما را مثلا غلام اخچون میکنند تا این حد مردم مهاجر را بالخصوص در بدر میکنند. گفتی برادر ها که یعنی میره و عمرش در روسیه و در مقصد کارهای سنگین وزنی صرف میکنند برای چی؟ برای نمی خاندان دخل ناپذیر باشن این خاندان تا وقتی هست زندگی خوب کنه زندگی شرایط زندگی خوب در زندگی کنه نه تنها خودش اهل اویله و اولادش فرزند نبیرش همش بخورن اما مردم مهاجر مستضعف ما در بدری است. سلامت باشین وقتی شما رو دیگه نمیگیرم خدا حافظ نگهبارتون.